دانه دان یار مومال آبادان یار مومال آبادان ماشاءالله 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 رامبو جان چطور بود؟ جواب بود؟ درجه یک بود. یه سرپنجه نیمون اصلشو برات اومدم ما. واقعا عالی بود. یه تو چیزای تو خودم دارم بره کنم. تو از بچگی نیمون زدی نه؟ دیوونه نیمونم رامبو. چه سازیه؟ لبو فروختم و نیمون زدم توی زندگی. بح بح دمت گرم. دمت گرم. رامبو چه خبر؟ خوب. چه خبر رامبو؟ شلونک؟ قربونت برم بلد نیستم جواب بدم بعد چی جواب بدم خدا رو شکر خدا رو شکر آه الحمدلله آره رامبو جان جون عجب بساطی شده ای جان قبول داری؟ بله بشر دوچار چه درگیری های شده واقعا این هم دیدیم رامبو تو زندگی این هم دیدیم این جریان هم دیدیم تو چطوری رامبو همه خوبن فامیلا همه خوبن آره کسی خدا رو شکر درگیر نشده تو این جریانات خدا رو شکر درگیر نشده از اطرافیان نزدیک به هر حال مراقبت میکنیم ولی خب احتمالاً شانس هم آوردیم خدا بله بله ان شاء الله بلا از همه دور باشه آره انشالله. تو چی ما هم چی بگم راستش یه خورده درگیر کرونا شدم راستش اگه نه بابا جانتو رامبو جانتو خیلی برام بگو درگیر رامبو نه یه بار سه چهار بار مو درگیر کرونا شدم نه بابا نمیشه که خوش شده نمیشه بیام برات نه آخه قصورت میگم شده میگی نمیشه تو روم چقدرم زود عصبانی میشی؟ با زنگ بزنم بدون مامور نسیمی به بافت عزیز من دارم نظرم رو میگم اصلا خسته خیلی مخالفت نه. و مبارزه که ندارم با تو خود درگیر این ویروس منحوس سه چهار بار بله. گرفتی؟ بله سه چهار بار رام بود اومده تو جونم و داغونم هم کرده رام بود وای برامون تعریف کن چجوری رام بود عجب ویروسیه خیلی ویروس عجیبیه رو تمام اجزای بدن یه سری تأثیرات داره اصلا نمیفهمم بار اول خوب. ویروس اومد تو جونم خب این بیشتر رو بویاییم تاثیر گذاشت رامبو آخ آره میگن خیلی آره میگن بویاییم کامل رفت رامبو یعنی جوری شده بودم آب از گوش کوبیده تشخیص نمیدادم به جان خودم یعنی کامل بویاییم رفته بود آب جدی دارم میگم میفهمم ولی جان از قیافشون که میشد تشخیص داد میگم بویاییم رفته بود میگه از قیافش میشد میگم نمی رامبوت عزیز دلم یه دقیقه واسطا جان آب و گوش کوبیده رو اصلا نیاز نیست خیلی بو کنی از قیافش میفهمی بابا میگم بویاییم رفته و بارها شد یه رو داشتم آب میکوبیدم فکر کردم گوش کوبیده است به جان خودم رامبود خیلی اذیت شدم رامبود آدم وقتی از دست میده احساساته میفهمه چقدر ارزش داره تو واقعا درست داری قدر گوش کوبیده افتازه الان میفهمم رامبود واقعا میفهمم همینطوره رامبود بار دوم که این ویروس منحوس اومد سراغمون بار اول فقط رو بویایی آره خدا رو بویایی آره چون واقعا هر شب یه بلایی میتونه سر آدم بیاره خیلی خب بگو این دفعه رفت سراغ دستگاه گوارش عمران رامبود شنیدم چقدر سخت و بده آره این دفعه گوارش و مشکل دار شد بویایی بقیه رفت خیلی اذیت شدن و اینقدر اطرافیان اذیت شدن رام بود خیلی عوارض بدی داره خیلی خیلی رام بود جان جانم برای چی میخندی؟ نه از وضعیتی که آدم میتونه دوچارش میشه مریض شده بودم میفهمم بمیرم برات عزیز دلم دوست دارم رام بود شده بودم تست کرونای محل چرا؟ می اومدن خونه ما ببینن بویاییشون سر جاست یا نه رفته یا نه الان تو محل جناب خان پی سی آر صدا میکنن رامبو بیا چی تو گوشت بگو ولی گفتن کرونا میگیری آنتی بادی تو بدن ترشح میشه ما هم آنتی بادی ترشح کردم دیگه الان هیچ بادی ندارم خیلی بهتر شدم رامبو خدا رو شد الان هیچ مثل قبل بود مشکلاتی داشتم از وقتی آنتی بادی دارم دیگه هیچ بادی ندارم رامبو خیلی بهتر به خاطر آنتی بادی خیلی 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 ولی رامبو
فهمیدم اطرافیان خیلی دوستم دارن رامبو. خدا رو شکر. فهمیدم من آدم محبوبی هستم رامبو. من همین تو مریضی اینه فهمیدم. بله میفهمم. میدونم به بافنتا. به من نه همینجوری اومد داشتم هیجانی شدم آره. اومد. واقعا تو این وضعیت آدم متوجه میشه چقدر آدم رو دوستش دارن و کیا چقدر دوستش. آره همسایه ها رفقا همه زنگ زدن. یکی گفت برو سراغ محصولات شطور. محصولات شطور تهیه کردم گرم گرم مصرف میکردم خیلی شطور و ایور هی آب میدادن به شطور هی محصول میداد به من هی آب شطور هی محصول محصول خیلی هم تاثیر گذاشت خیلی بهتر شدم جدی میگی؟ خیلی خیلی بهتر شدم ولی چون کامل خوب نشدم گفتن برو سراغ روغن بنفشه این هم خیلی عالی بود رام بود روغن بنفشه اصلا فقط رام بود یکم عوارض جانبی داشت چجوریه؟ این روغن بنفشه به نظرم نگو نه چیز خاصی نیست نگو حالا نه میگم چیز عوارضه نه نگو یکم عوارض داشت خب روغنه که استفاده کردم دیگه صبح نمیتونستم گوگولی گوگو کنم خیلی عجیب بود رام بود ما چون معمولا برنامه هم صبح گوگولی گوگو میکنم اصلا نمیشد رام بود صبح که پا میشی دم پنجره میری قوقولو قوقو میکنی؟ تو برنامه همه آره تو برنامه روزانه هم هست بله ولی گیر میکرد لیز میخوردم میدونی؟ پام لیز میخورد خروس هم همینجوری میشه خروس هم پاش لیز میخوره نمیتونه خورد نمیتونه میخوره زمین خب گفتم ما رو گفتم دیگه خوب شدم دیگه کرونا نمیخوام همه ای نمیدونم همه دکتر مکترا و حریرچی و مریرچی و اینا میگن دیگه دوباره گرفتی خدا دوباره نمیگیری جهانپور و حریرچی و نمکی همه حریرچی و نمکی و ممکی و همه اینا اینجوری حرف میزنن خلاصه جان هیچی وزیر بهداشت میگم رفیقیم با بله میدونم رام بود خیالمون راحت دیگه یکم شل کردم پروتکالو دوباره ویروس اومد ای بابا خب عزیز من ماسک بزن دیوونم کردی یه ماسک بزن پروتکل رعایت بکن آقا جان ماسک میزنم سه سو صورت عزیز من ماسکو بزن اینقدر ببین نگاه کن همه ماسک استفاده میکنن ما آخه ماسک میزنم خب یکم نفسم میگیره ماسک هر وقت میخوام نفس بکشم یکم ماسک در میارم و الان میزنم خب دم به دم که نفس میکشی پا چی؟ نه میدونم میگم نفس میخوام بکشم در میارم ماسک دارم کلن نفس میخوام بکشم در میارم خلاصه رام بود نمیدونم از چه منفذی دوباره این ویروس اومد سراغ ما ای بابا این دفعه رفت سراغ چشایی خب چشایی یعنی رام بود چشت روز بعد نبینه هر جای نگاه میکردم تار میدیدم دو تایی سه تایی فلان نه چشایی که چشایی دیگه چشایی اینه صورت چشایی زبونه چشایی اینه زبون در میاره برمون از فلفل بریزم رو زبونه عزیزم از چشیدن میاد دیگه چشایی از چشیدن صورت چشایی چش دیگه چشم دار میدی نه اون چش نیست چشمه تا صبح بیا به 50 ساله چشو زبونه یاد بده تو و دلم برای اون بچه میسوزه که این پدر میخواه الگوش باشه رامبود بله ویروس دوباره از یه منفذی اومد بس چند بار گرفتی خب اومده بگم نه اومده اومده رامبود حس کردم داغم داغی؟ داغ حس کردم داغم سری زنگ زدم عمه تپسنج خب عمه تپسنج اومد سمتم و یک خواهر عمه تپسنج خواهر کیه؟ خواهر عمه اختره دیگه این شغلش اینه که دمای بدن رو تو یه لحظه میفهمه این تو رگاش به جای خون جیوه است اوه آره. چه عجیب شاید دیده باشیش تو ترمیناتور دو بازی میکرد آها مرد جیوه مرد جیوه ای میدوی دنبال او کامیونه آره آره این عمه تپسنج بود دیگه آره خب آره. اومد گرفت تب مو 39 و نیم اوه چقدر خطرناکه آه. رفقا دوباره ریختن اینجا عیادت فلان محسن شریفیان اومد دید ما افتادم تب و لرز ای شونه هم ایجوری داره میلرزه رام بود شونه ها ایجوری میلرزید محسن گفت پیداش کردم ما نمیفهمیدم چی داره میگه بلندم کرد بردم وسط یه عروسی اونجا همه شلوغ بودن از او دور صدای نیهم بون Yela, yela, junum yela, yela, yela.
حسین شریفیان توی تب کرده لرزون و برداشت برد وسط عروسی؟ انداخ رامبو که تو بلرزی؟ یه جوری لرزوندم رامبو، بهترین شونه لرزوندن دو دهه اخیر خاورمیانه شدم بابا ماشاءالله. ولی آخه توی تفلک خب تو تب داشتی میسوختی. 1.5 میلیون دلار شاباش جمع کردم همون. نه بابا پول بود که تو هوا میپاشیدن رامبو. رامبوت بله. ما ولی خیلی نگران بودم ریه هام یه وقت درگیر نشه. که نشد. شنیدی نه؟ که نشد. نمیدونم چون گفتن باید بری سی تی اسکن بدی. ما گفتم خدای نکرده برم اسکن یه وقت اشعه برای بچه ضرر نداشته باشه. برای بچه ضرر ندار. بله. نه برای بچه ضرر داشت ممکنه. بله نه. میگن خانم های باردار بهتره همون که دیگه. آره. در معرض اشعه ایکس و اینا قرار نگیرن. بله گفتم ما هم نرم اشعه اصولا. ولی بله. چه رفتی به تو داره؟ نه گفتم نرم میدونم. گفتم یه وقت مثلا برای بچه هم که تو شکمه ضرر نداشت. عزیزم شما که بچه تو شکمه داری؟ میدونم میگم آقا گفتم یه وقت برای بچه ضرر نداشته باشه. عزیز دلم میفهمم. میگم داری اشتباه میکنی. شما که باردار نیستی. میدونم خب پس اگه میدونی دیگه چه بحثه. ما مردم محامله نمیشم. خیلی خوب مرد که باردار نمیشه. میدونم گفتم یه وقت برای بچه ضرر نداشته باشه. ای بابا دیوانم کردی. تموم کن دیگه. آخه وقتی بچه دار نمیشی چیه ترسی داری؟ تمام شد. الان خیلی گفتم دیگه رعایت کنم. هر روز تست PCR میدم دیگه. راست میگی؟ آره. خب چه خوب. خدا رو شکر. امروز دادی؟ آره آره. امروز صبحم اتفاقا تست PCR دادم. جوابش؟ میاد. بکنم یواش یواش با بیاد دیگه. خدا رو شکر. جان. جان. جان شاو سلام عزیز. جناب سلام. 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 جناب یه جواب آزمایش برای جناب خان اومده. ای خدا رو شکر. اجازه میدین؟ آره نه منفیه چیز خاصی نیست. بله 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 پی سی آر کن تو دماغم بعد تو حلقم چرخوندن. آره جان چی شد؟ جان رامبو جان چیه؟ نیه یه دن سب کن؟ جان جان جوابش مثبته. اه آره جان فرار کنه جان چی شد؟ صورت کجا رفتی؟ تصویر بردار چه؟ جان؟ رامبو جان؟ رامبو جان؟ رمدسیویر داری؟ رامبو جان؟ کلوروکین داری؟